با توجه به حمله تروریستی اخیر در شهر منچستر در بریتانیا تاکید بر مبارزه با تروریسم در کشورهای عضو و سایر مناطق دنیا مانند افغانستان در رأس گفتگوهای سران خواهد بود اما نحوه مقابله با این خطر همگانی پرسشی است که اجلاس فردا به اون پاسخ خواهد داد گزارش لوئیز رامیرز خبرنگار صدای آمریکا از بروکسل را می‌شنویم یکی از مطالبی که رهبران اروپایی مایلند بدانند نحوه مشارکت آنان در نبردهای افغانستان است. پیشتر پرزیدنت ترامپ خواستار مشارکت مالی بیشتر کشورهای عضو ناتو برای جنگ در افغانستان شده، اما صدر اعظم آلمان میگوید تا آنجایی که به برلین مربوط است هنوز در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. همچنین همکاری های تقریبا 20 کشور فعال در این خصوص را هماهنگ می کنیم. باید منتظر تصمیمات اجلاس بود. اما تصور نمی کنم آلمان اولین کشوری باشد که باید توانایی های خود را در آنجا افزایش بدهد. جدای از جنگ افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا چندین بار گفته که کشورهای عضو ناتو باید توان نظامیشان را افزایش دهند و حداقل دو درصد از درآمد ناخالص داخلیشان را صرف امور دفاعی کنند. رهبران کشورهای اروپایی عضو ناتو نیز در مقابل انتظار دارند تا اجلاس فردا بر نقش آن سازمان در مبارزه جهانی علیه پدیده تروریسم مجددا تاکید کند. در واقع این یک نهاد جهانی است و برخی از جمله من تصور کنند که می‌توان از ناتو برای مبارزه با داعش استفاده کرد. میدانم که این بحث برانگیز است اما به نظر من اگر این مطلب با تداوم و دقت بررسی شود خواهیم دید که گسترش نقش این نهاد نظامی برای مقابله با تروریسم که فراتر از مرزهای عراق خواهد بود بهترین راه برای بکارگیری قدرت نظامی آمریکا در سطح بین المللی است که در چارچوب ناتو انجام خواهد شد تحرکات تهدید آمیز روسیه در شرق از نگرانی های کشورهای اروپایی است و آلمان و اتریش نیز امیدوارند تا روش جدیدی برای مقابله با مسکو اتخاذ شود زیرا تحریم های اقتصادی علیه روسیه به فشار و محدودیت برای آن گروه از کشورهای اروپایی منتهی شده که وابستگی قابل ملاحظه ای به گاز صادراتی روسیه دارند در هفت دهه اخیر ظرفیت های سیاسی و نظامی آمریکا تضمین کننده امنیت اروپا بوده است اما پرزیدنت ترامپ پیشتر سازمان ناتو را یک اتحادیه کهنه و منسوخ خوانده و بزرگترین امید رهبران کشورهای اروپایی عضو ناتو این است که در اجلاس فردا از زبان خود پرزیدنت ترامپ بشنوند که نظرش در مورد این اتحادیه دفاعی تغییر کرده است.